آقای دکتر، آقا سی، به من بگید که خب یکی از نمادهای تشنج و خشونت دینی این آقای احمدی نژادی که دیروز در نیویورک بود، نظر تو چیه راجع به سفر او به عنوان یک کارشناس اسلامی؟ من فکر میکنم که ایشان نماینده یک سیستمی هستند که اون سیستم خودش نقض غرض میکنه نسبت به موجودیت خودش، به خاطر اینکه ایشان عضو یک حکومتی هستند به نام حکومت اسلامی و ما طبق این قرآن حکومتی به نام حکومت اسلامی نداریم. من توجه حضرت عالی رو جلب میکنم به سوره 62 قرآن که سوره جمعه هست. در آیه دوم از این سوره به صورت قاطع تمامی وظیفه دین توحیدی را از آغاز تا پایان بیان میکنه و اصلا جایی در اینجا برای حکومت و تحکم و تحکیم و تحمیل وجود نداره. این آیه این است که هو الذی، منظور این است که اون خدایی که در آیه قبل ازش صحبت میکنه به اسف الامیین بعثت ایجاد کرد، برانگیخت بین مردمان رسولی از اونها که یتلو علیهم آیاتهی، آیات خدا را برای اونها تجزیه و تحلیل بکند، تشریح بکند، در عمل قرار بدهد و مهمتر از همه تزکیه کند اونها رو و تعلیم بدهد قانون رو به اونها و همینطور تعلیم بدهد به اونها فلسفه بودن چیزها رو. یعنی سه پایه ای که در مثلث دین توحیدی وجود داره، همه ادیان توحیدی، تزکیه هست، تعلیم انضباط هست و آموختن علم فلسفه چونی و چرایی و چیستی چیزها. حکومت نیست ها؟ به تحت هیچ عنوان دین نمیتونه که دارای حکومت باشه، به خاطر اینکه انسان مختار آفریده شده و معقول، و انسانی که مختار آفریده شده، معقول آفریده شده و مسئول آفریده شده نمیتواند دین بر او تحکیم بشود. اگر دین بر کسی تحکیم بشود، اولین اصل خلقت انسان که اختیار انسان از او گرفته شده و در واقع انسان به صورت یک آبجکت بی اختیار در آمده که خود اون نقض غرض میکنه نسبت به تعالیم قرآنی. و بعد در طول تاریخ میبینیم که علم حدیث درست در مقابل دین توحیدی ایستاده و اصول و پایه دین توحیدی رو که بر مبنای حکمت، بر مبنای تعلیم و بر مبنای تعقل و خردگرایی زیر پا گذاشته و برای مردم از طرف خدا حاکم انتخاب کرده، و این از 50 سال بعد از بعثت اسلام میبینیم که در زمان ماجرای کشته شدن خلیفه چهارم مسلمین علی ابن ابی طالب این ماجرا شروع میشه و تا امروز ادامه داره. یعنی تا امروز در دین خلیفه و پادشاه و سلطان و ولی فقیه یا هر اسم دیگری که روش میگذارند توسط خدا انتخاب میشه، و این هم در ادیان مسیحی و یهودی و مسلمان به شکل یکسانی وجود داره و همه اینها با عناوین مختلف در تئوری و سیستم‌های مختلف حاکمین وقت رو از طرف خدا به مردم تحمیل می‌کنند و مردم نقشی در گزینش و انتخاب نمایندگان خودشون ندارند، در حالی که در قرآن اصل حکومت رو بر مبنای توکیل و شورا قرار میده. همون توکیل به عبارت دیگه بیعت اسمش هست، و شورا هم همون سیستم پارلمنتری است که امروز در دنیای مترقی رایج هست. اما آنچه را که آقای احمدی نژاد یا هر کسی دیگری که فقط در ایران هم نیست، در همه کشورهایی که اسلام رو به عنوان حاکمیت ازش استفاده می کنند، در واقع یک حرکت مباینی هست که در مقابل فلسفه دین توحیدی می ایستند، چون دین توحیدی، باز هم تکرار می کنم که از حدود تزکیه و تعلیم و علم کلام یا فلسفه، یعنی شناخت و معرفت به حقایق چیزها، خارج نمیشه و یاد گرفتن این سه مبانی بر اساس مبانی تعهد، تقوا و تعقل هست، و انسانی که از این مراحل میگذرد
با درک و معرفتی که به جهان هستی پیدا می کند، این درک و معرفت در آرای او منعکس می شود و ممکن است غیر مستقیم ریشه در معرفت مذهبی او داشته باشه. اما اینکه این مذهب و دین به طور مستقیم تحمیل و اعمال امری رو بکند و کسی رو خدا انتخاب بکند که اختیاری که او به مردم داده از مردم بگیرد، در واقع نقض غرض و بیشعوری خدا رو نشون میده، اگر چنین حکمتی و چنین فلسفه و سیستمی کاربرد داشته باشه. بنابراین من تمام قدرت‌هایی که تا به حال در طول تاریخ و از جمله امروز مدعی حکومت مذهبی یا اسلامی هستند، همه در واقع از یک فرضیه قلابی دارن چی میکنن؟ پیروی میکنن و خودشون هم این موضوع رو میدانند. میدانند، حتما میدانند، چون ساخته دست خود اونهاست. حدیث به وسیله و قدرت سلاطین به وجود آمده. حدیث رو علمایی ایجاد کردند که تابع سلاطین زمان خودشون بودند و سلاطین برای اینکه بتوانند از اسلحه دین برای ابقای حکومت استفاده بکنند، همیشه از مشاورین استفاده می‌کردند که با اتکای به جهل به مردم از قوانین جنبی استفاده کنند و اتهامات و افتراهای به دین رو تحت عنوان حدیث به نوعی به دین متصل کنند. و هنوز هم ما از همین اتصال حرامزاده نامطلوب رنج میبریم و اقوام بشر به خاطر وجود همین احادیث و دینهای خودساخته جنبی بیکفایت بیمجوز است که به جان هم افتادند و در این کار سرمایه گذاری جامعه متمدن رو هم نمیشه نادیده گرفت. اما امروز جامعه متمدن متوجه شده که این سرمایه گذاری در امری است که جنی رو از بطری خارج کرده که بازگرداندن اون جن به اون بطری تقریبا حتی برای کسانی که جن آفرین بودن بسیار مشکل شده.